دنیا زشتی کم ندارد. زشتی های دنیا بیشتر بود اگر آدمی بر آنها دیده بسته بود. اما آدمی چاره ساز است. بر این پرده اکنون نقشی از یک زشتی، دیدی از یک درد خواهد آمد که دیده بر آن بستن دور است از مروت آدمی. این زشتی را چاره ساختن، به درمان این درد یاری گرفتن و به گرفتاران آن یاری دادن مایه ساختن این فیلم و امید سازندگان آن بوده است. تو را شکر میگویم که مرا آفریدی، تو را شکر میگویم که مادر دلسوز و پدر مهربانی مرا آفریدی، تو را شکر میگویم که آب و روان و درختان پر میوه را آفریدی، تو را شکر میکنم که به من دست دادی تا کار کنم، تو را شکر میکنم میگویم که به من چشم داده تا زیبایی‌های جهان را ببینم، تو را شکر میگویم که به من گوش داده تا از آهنگ‌ها خوش لذت ببرم، تو را شکر میگویم که به من پا داده تا به هر کجا که میخواهم بروم، در حاوی کیست که تو را حمد میگوید ای خداوند، در حاوی کیست بل 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 Bili bili pop, bili 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 pop. نام تو را ای متعال خواهم سرایید، نام تو را با عود دهتار خواهم سرایید، زیرا که به شکلی مهیب و عجیب ساخته شده ام. استخوان‌هایم از تو پنهان نبود وقتی که در نهان به وجود می آمدم و در اسفل زمین نقش بندی می گشتم. در دفتر تو همگی اعضای من نوشته شده و چشمان تو ای متعال جنین مرا دیده است، چشمان تو جنین مرا دیده است.
جزام یک بیماری واگیر و مزمن است. جزام نه ارثی است نه مادرزادی، اما واگیر دارد. جزام همه جا هست و همه جا می تواند باشد. جزام با تنگ دستی همراه است. مایه جزام در تن آدمی که راه یافت چینهای پوست را سخت و بزرگ می کند. بافته های عصبی را می خورد. بدنه عصب ها را با یک غلاف خشک می گیرد. حس لمس و درک گرما را از انگشت ها می کند. چشم را کور می کند. دیواری غضروفی میان بینی را می برد. به جگر و مغز استخوان راه می زند. پنجه ها را خشک و جمع می کند. و همچنین به بیماری های دیگر راه می دهد. جزام بیماری بیدرمانی نیست. نگهداری از جزامی ها جلو پخش بیماری را می گیرد. هر جا نگهداری از جزام گرفته ها دقیق و کافی بوده است، جزام رو به نابودی رفته است. و هرگاه در آغاز بیماری به داد جزامی رسیده اند، دردش را شفای کامل داده اند. جزام بیماری بیدرمانی نیست. اللهم يا ذا السلطان العظيم والمن القدير والوجه الكريم والكرمات التمات والدعوات المستجابات أبي فلان النفسي وأولاد من أنفس الجن وعين الإنس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ومن الله وإلى الله اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهه وإليك الله أمره إليك الجاهي جهري اللهم أفعلي بيوس الإيمان من بين يدي وعن يميني وعن شمالي ومن تحتي ومن فوقي وما قبلي وكفى عيني بهولك وقوتك فلا هدى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم گفتم کاش مرا بال ها مثل کبوتر می بود تا پرواز کرده راحتی می یافتم هر آینه به جایی دور می رفتم و در صحرا مأوا می گزیدم می شتافتم به سوی پناهگاهی از باد تند و طوفان شدید زیرا که در زمین مشقت و شرارت دیدم
دنیا به بتالت آبستن شده و ظلم را زاییده است. از روح تو به کجا بگریزم و از حضور تو کجا بروم؟ اگر بالهای باد سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز سنگینی دست تو بر من است. مرا باده سرگردانی نوشانده ای، چه مهیب است کارهای تو، چه مهیب است کارهای تو. از تلخی روح خود سخن میرانم، از تلخی روح خود سخن میرانم. هنگامی که خاموش بودم جانم پوسیده میشد از نعره‌ای که تمامی روز میزدم. به یاد آور که زندگی من باد است، مانند مرغ سقای صحرا و بوم خرابه ها گردیدم و چون گنجشک بر پشت بام منفرد نشستم. مثل آب ریخته شده ام و بر مشگانم سایه موت است، بر مشگانم سایه موت. مرا ترک کن، مرا ترک کن، زیرا روزهایم نفسی. مرا ترک کن پیش از آن که به جایی روم که از آن برگشتن نیست، به سرزمین تاریکی غلیظ. آه ای خداوند، جان فاخته خود را به جانور وحشی مسپار. به یاد آور که زندگی من باد است و ایام بتالت را نصیب من کرده ای و در گردا گردم آواز شادمانی و صدای آسیا و روشنای چراغ نابود شده. خوشا به حال دروگرانی که اکنون کشت را جمع می کنند و دست های ایشان سنبله ها را می چینند. بیایید به آواز کسی که در بیابان بیراه میخواند گوش دهید، آواز کسی که آه میکشد و دستهای خود را دراز کرده میگوید وای بر من، زیرا که جان من به سبب جراحاتم در من بیهوش شده. و تو ای فراموش شده ی روزها که خیشتن را به قرمز ملبس میسازی و به زیورهای زر میارایی و چشمان خود را به سرم جلا میدهی، به یاد آور که خود را عبس زیبایی دادی به سبب آوازی در بیابان بیراه و یارانت که تو را خار شمرده اند.
وای بر ما زیرا که روز رو به زوال نهاده است و سایه های عصر دراز می شوند و هستی ما چون قفسی که پر از پرندگان باشد از ناله های اسارت لبریز است و در میان ما کسی نیست که بداند کتاب کی خواهد بود. موسم حساد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم. مانند فاخت برای انصاف نینالیم و نیست. انتظار نور می کشیم و اینک ظلمت است. ستاره ناهید، گاهی سر شب ستاره پر نوری می بینیم. اسم این ستاره ناهید است. ستاره ناهید خیلی روشن است. ستاره ناهید به ما خیلی نزدیک است. اما ستاره ناهید به ما چشمک نمی زند. چرا باید برای داشتن پدر و مادر خدا را شکر کرد؟ خبر بود. من نمی دانم. من هیچ خودم ندارم. تو اسم چند تا چیز قشنگ رو بگو. ما، خورشید، گل، بازی. تو حالا اسم چند تا چیز زشت بگو. دست، پا، یا جمله بنوید که کلمه خونه تون باشه. و تو ای نهر سرشار که نفس مهر تو را میراند، به سوی ما بیا، به سوی ما بیا.